این بوندستاگ مجلس آلمان است، اما قصه یونان. نمایندگان مجلس آلمان امروز با رأی سختی روبرو بودند. اینکه آیا باید باز به آتن کمک مالی کرد یا نه؟ کمکی که بخش عمدهش از پول مالیات دهندگان آلمانی می آید. ولفگانگ شویبل وزیر اقتصاد آلمان و یکی از بزرگترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی یونان از نمایندگان خواست رأی مثبت بدهند. در هفته‌های اخیر دولت یونان تغییرات اساسی و مثبتی انجام داده. کار غیر مسئولانه ای خواهد بود اگر از این فرصت برای شروعی تازه در یونان استفاده نکنیم. به مردم یونان هم شانس دوباره ای داده شده. تصمیم استفاده از اون با اونهاست. لایحه با رأی بالا پذیرفته شد. کسی هم انتظار نداشت این مصوبه رأی نیارد. بلکه مهم برای صدر اعظم آلمان این بود که ببیند چند نفر از همحزبی‌هایش رأی منفی خواهند داد. هر بار در رأی‌گیری‌های مشابه درباره یونان، تعداد نمایندگانی که به آنگلا مرکل پشت کردند بیشتر شده. این نمایندگان شک دارند یونان بتواند نهایتاً وام‌ها را پس بدهد. مشکل این مرد است، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، کسی که با وعده مخالفت با کمک‌های مالی اروپا در یونان قدرت گرفت. بعضی می‌گویند او به سیاست‌های ریاضت اقتصادی متعهد نخواهد ماند. مجموع این کمک مالی 85 میلیارد یورو معادل 94 میلیارد دلار است. از این رقم 25 میلیارد یورو برای بازپرداخت وام‌هایی است که بانک‌های یونان برای افزایش سرمایه گرفتند. 12.5 میلیارد یورو برای کم کردن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، 12.5 میلیارد یوروی دیگر برای سرمایه‌گذاری و 35 میلیارد یورو برای ایجاد اشتغال. در منطقه پولی یورو، قانون بعضی کشورها کمک مالی به اعضا را مشروط به رأی مجلس کرده. اتریش، استونی و اسپانیا هم دیروز رأی مثبت دادند و هلند امروز قرار است رأی گیری کند. صندوق بین‌المللی پول کمکش را مشروط به بررسی نتیجه برنامه‌های ریاضت اقتصادی یونان کرده. صندوق دو ماه دیگر این بررسی را تکمیل می‌کند. نتیجه این کمک‌ها مقروض‌تر شدن مردم یونان است، مگر آنکه ریاضت اقتصادی را جدی بگیرند.